با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره. ساناز صفا هستم و برنامه این هفته سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم. حکومت جمهوری اسلامی 42 سالروز استقرار و انقلاب شومش در ایران رو جشن گرفت. ایرانی که پیش از اون در جاده توسعه پیش میرفت و از توانایی‌های چشمگیری برخوردار بود. در فاصله سالهای 1340 تا 1355 میانگین نرخ رشد سالانه کشور پیرامون 10% و میانگین نرخ تورم زیر 4% نوسان میکرد. طی همون سالها تولید سرانه هر ایرانی با در نظر گرفتن رشد جمعیت بیش از 3 برابر شد. سطح رفاه ایرانیان به گونه‌ای بی سابقه بالا رفت و یک عصر طلایی در تاریخ اقتصادی کشور به ثبت رسید. به قول شادروان دکتر داریوش همایون در کتاب 100 سال کشاکش با تجدد، محمد رضا شاه هیچگاه پیشوایی چون مصدق و پادشاه مقتدری چون رضا شاه نشد، ولی دستاوردهایش از هر دو درگذشت. ثروتی که به رهبری او در ایران تولید شد هیچگاه نه پیش از او به آن اندازه بود و نه پس از او رسیده است. جهش فراموش نشدنی 2 دهه پیش از انقلاب را در عرصه اقتصادی مدیون مدیریت مدبرانه محمد رضا شاه پهلوی و چابک سوارانی هستیم که در عرصه خلاقیت و سرمایه‌گذاری و خلق ثروت 4 اسب پیش تاختند. پیش از آن که با گرز فاتحان انقلاب اسلامی به زیر کشیده بشن و دار و ندارشان به تاراج بره. خسرو شاهی ها، خیامی ها، لاجوردی ها، آزمایش ها و ده ها کارآفرین دیگه اگر فرصت میافتند توانایی اون رو داشتند که در رأس شرکت های فراملیتی ایرانی به فتح بازارهای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان برن. بله، جمهوری اسلامی 42 سالروز انقلاب در ایران رو جشن گرفت. همون انقلابی که هستی ایرانیان رو طبق اصل 110 قانون اساسی در سینی طلا به مقام عظمای ولایت و رهبری تقدیم کرد. انقلابی که با توسعه اقتصادی بیگانه بود و بیگانه باقی موند. کسانی که با انقلاب اسلامی 1357 بر اریکه قدرت تکیه زدند، با ملزومات حکمرانی در دهه‌های پایانی قرن 20 میلادی بیگانه بودند و به ویژه درجه آگاهی اونها از مدیریت یک اقتصاد مدرن در سطحی بسیار نازل بود. تفکر تیمچه‌ای و حجره‌ای مسئولان نظام، عدم آشنایی رهبران انقلاب با الفبای علوم سیاسی و اقتصاد و مدیریت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافت. در مقدمه این متن به اصطلاح حقوقی در تعریف اقتصاد اسلامی جمله‌های بی سر و تهی رو می‌بینیم که هیچ اقتصاددان و حقوقدان واقعی از عهده فهم و تفسیر اونها بر نمیاد. مثلا به این نمونه توجه کنید. در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. اغتشاش فکری به اصطلاح روشن فکران اون زمان همراه با غرب ستیزی و جنگ با عراق رهبران انقلاب اسلامی رو به پیروی از سیاست معروف به راه رشد غیر سرمایه‌داری که حزب توده مبلغ اون بود رهنمون شد. در فضای بعد از بهمن 1357 رهنمود کمونیست‌های ایرانی به فاتحان انقلاب طبعاً با رنگ و روی اسلامی به اجرا گذاشته شد. بر پایه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی تقریبا همه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های صنعت و خدمات زیر سلطه دولت اسلامی قرار گرفتند و با اصل 45 انفال و ثروت‌های عمومی از زمین‌های مواد و معادن و جنگل‌ها و مراتع گرفته
تا اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشه همه و همه به حکومت اسلامی سپرده شد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به اونها عمل کند. جنگ انداختن نظام دین سالار بر دستگاه های تولیدی و غلبه تفکر تیمچهی و حجرهی بر مدیریت کشور که فرار انبوه نخبگان رو در پیداش همراه با پیامدهای جنگ و تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران رو در دهه نخست بعد از انقلاب با یکی از مهمترین انحطاط‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد جهانی روبرو کرد. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی سقوط درآمد سرانه ایرانی ها را در سال 1367 نسبت به سال 1355 حدود 60-80% مصاحبه می کنند. خلاصه کنیم، ایران در دوران 42 ساله جمهوری اسلامی فقیر و فقیرتر شد. دردناکتر این که فروغلتیدن ایرانی ها در سراشیب فقر با توجه به اون چه در 42 سال جمهوری اسلامی بر کشور گذشته در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت، مگر اینکه یک رستاخیز بزرگ این مسیر شوم رو برهم بزنه. ذات نظام ولایت فقیه با علم اقتصاد در تضاد و توسعه رو بر نمیتابه. جمهوری اسلامی اولویت‌های خودش رو در عرصه‌های دیگری جستجو می‌کنه. نظام برآمده از انقلاب 1357 به حکم جوهر خود تنها بر سرداران و شهیدان تکیه می‌کنه و نه بر کارآفرینان و بازرگانان. در این حال و هوا حکومت سال روز انقلاب رو جشن می‌گیره، اما جشنی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته. حکومتی که برگزاری مراسم عزاداری رو در خیابان و بدون رعایت اصول بهداشتی آزاد میگذاره، در بزرگداشت روز به قدرت رسیدن خودش با چالش بزرگ تجمع انبوه روبرو میشه و از اونجایی که خوب میدونه پایگاه مردمی خودش رو در طول این سالها از دست داده، چاره رو در برگزاری مراسم به شکل کاروان اتومبیل به بهانه رعایت فاصله اجتماعی برای جلوگیری از شیوع کرونا پیدا میکنه. تصاویری با کادرهای بسته و از نمایش تعداد محدود اتومبیل‌ها. عروس خانم قدمات مبارک باشه. حالا چرا امروز؟ امروز وقت روز 22 بهمن 40 سالگرد انقلاب و باعث افتخار ما هم هست. چند زده امروز بهتر؟ امروز جشن ملی مونه. چه سوالی داری؟ من خیلی امروز انتخاب کردم برای اینکه بهترین روز توی جمهوری اسلامی ایرانه. هممون به نظرم باید مثل بانو فاطمه زهرا باشیم، تو اوج سادگی از زندگی لذت ببریم. ما برای جمهوری اسلامی ایران خیلی خونها دادیم و باید ما الان امروز هم باید شاد باشیم. روز پیروزی انقلاب اسلامیه، گفتیم این چه روزی بهتر از این روز دیگه، ما هم بریم سر خونه زندگیمون. عروس خانم چه سوالی دارید امروز عروسیتونه؟ روز انقلاب و دیگه گفتیم جشن عروسی هم بگیریم. البته در برخی شهرستان‌ها هم به شیوه خودزنی سیاسی، یعنی خودشون برای خودشون آرزوی مرگ می‌کنن و به جای مرگ بر آمریکا ترجیح میدن برای خودیاشون مرگ بخوان. مرگ بر آمریکا! مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر آمریکا! شما بگید مرگ بر روحانی، مرگ بر روحانی، نجا آقا مرگ بر روحانی، مرگ بر روحانی، اسرائیل یه بار بگیم و یه آمریکا بگیم مرگ بر آمریکا.
ثبات ما این مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روحانی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر روحانی. یعنی میخوام بگم ما چیزه، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روحانی. حالا یه بار خدا من کی دیدم به این بند خدا این وسط نمیدونم کیه به یاد این بند خدا الله اکبر خیلی خوش گذشت. هر سال خواب بودیم ولی امسال خیلی خوش گذشت با کارنایی. از یک سوی دیگه تجمع و تظاهرات دسته ای از سالمندان رو میبینیم که به خیابانها اومدن و با شهامت اشتباه خودشون رو فریاد میزنن و اعتراف میکنن. قابل توجه سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل‌های سیاسی که در پی حذف کلیت نظام جمهوری اسلامی می‌باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند می باشند، دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند. همگرایی ملی ایرانیان، هما. چهل و دومین سالروز انقلاب اسلامی در حالی توسط حکومت جشن گرفته میشه که بوی تعفن اون از هر گوشه ایران به مشام میرسه و حتی صدای خود مسئولین رو هم درآورده. در تازه ترین واکنش، وزیر سابق روحانی اعلام میکنه که شبکه فساد در ایران فراملی هست. عباس آخوندی در گفتگوی تازه مطالبی رو بیان کرد که میتونه سرآغاز حاشیه های جدید در آستانه یکی از بزرگترین رقابت های سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشه. او گفت کشور درگیر فساد تو در تو و عمیقه و توضیح داد در ایران تقریبا 5 دولت داریم و وقتی کشوری 5 دولت داشته باشه کارآمدی و کارایی در آن بی‌معنی است. آیا مجلس الان به وظیفه قانونگذاریش عمل میکنه یا کاملا به عنوان دولت رقیب عمل میکنه؟ عباس آخوندی در گفتگوی تفصیلی با اشاره به مشکلات حکمرانی دولت و سازوکارهای اون در ایران گفت حسن روحانی در چالش ها نمیتونه مسائل رو با مردم در میون بگذاره و دولت ایران توان اجتماعی کردن مسائل رو نداره. او در خصوص حل و فصل امنیتی امور در ایران به خصوص در حوزه بین الملل عدم توانایی در اجماع و اجتماعی کردن این مسائل دونست و چالش اصلی دولت ایران در خصوص برجام و FATF رو نیز همین موضوع میدونه. آخوندی به صورت ضمنی گفت مهمترین مشکل دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و بعد از اون
نداشتن یک نظریه منسجم مقابل منتقدان برای اقناع جامعه است و به همین دلیل برابر سودجویان ناچار عقب میکشه. او در خصوص وجود شبکه فساد و نقش اون در سیاست ایران گفت این شبکه همه جا در پی منافع خودشون هستند و اگر برجام ایجاد میشه بلافاصله با اون مخالفت میشه و مسیر الحاق به FATF هم کور میشه. وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به غیر رسمی شدن اقتصاد در ایران در پی تحریم ها وجود شبکه فساد فراملی و چند لایه رو افشا کرد و توضیح داد در نتیجه این فرایند یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که منافع اونها در ادامه این وضع ایران هست. برآوردهای من نشون میده بازار غیر رسمی که حول تجارت خارجی ایران وجود داره سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هست که بیش از 15 سال به طول انجام میده و هیچ نشانی هم وجود نداره که داره تموم میشه. این کار فقط در یک صورت قابل حله. اون هم این که آگاهی اجتماعی نسبت به شبکه فسادی که 10-15 سال هست ایجاد شده وجود داشته باشه. عباس آخوندی تاکید کرده این شبکه فساد که اکنون بین‌المللی شده در دولت احمدی نژاد اوج گرفت و مبلغی به ارزش 100 میلیارد دلار سهام را به طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع کرد. با این توضیح کاملا واضحه که منظور عباس آخوندی سازمان مافیای سپاه پاسداران هست. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی. کنگره رهایی ایران. در آستانه سالگرد انقلاب شوم ایران و بر اساس تازه‌ترین گزارش از سوی خانه آزادی، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که برنامه مخفیانه خود برای ترورهای خارج از کشور، آزار و اذیت مخالفان سیاسی و ربایش و بازگرداندن اونها به کشور رو گسترش داده. خانه آزادی یا همون فریدم هاوس، بنیاد پژوهشی مستقر در واشنگتن که در زمینه دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کنه، روز چهارشنبه 15 بهمن ماه گزارشی منتشر کرد با عنوان خارج از دید اما نه خارج از دسترس. آشنایی با سرکوب فراملی. در این گزارش اومده که سرکوب فیزیکی فراملی تنها نوک کوه یخی است که در معرض دید قرار داره و به تاکتیک های گسترده سرکوب فرامرزی هر روزه مانند تهدیدهای آنلاین، استفاده از جاسوس افزارها و تهدیدهای با واسطه مانند زندانی کردن خانواده افراد در کشور اشاره شده. بر اساس این گزارش، 5 کشوری که بزرگترین کارزارهای تهاجمی فراملی رو هدایت می‌کنند، عبارتند از چین، ایران، روسیه، ترکیه و رواندا. در بخش مربوط به ایران در این گزارش اومده تعریف گسترده رژیم ایران درباره اینکه چه کسی تهدیدی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه، موجب گستردگی و شدت کارزار سرکوب فراملی اون حکومت شده. مقام ها اغلب مخالفان و روزنامه نگارانی که هدف قرار میدن رو تروریست مینامند و از این اصطلاح به عنوان توجیه کلی برای خشونت و بیتوجهی به روند قانونی استفاده میکنند. به گزارش خانه آزادی، جمهوری اسلامی ایران از طیف وسیعی از تاکتیک های سرکوب فراملی استفاده میکنه. ترور، بازگردوندن، بازداشت، استرداد غیرقانونی، سوء استفاده از پلیس اینترپو، تهدیدهای دیجیتال، استفاده از جاسوس افزارها، تهدیدهای با واسطه و زیر نظر گرفتن حرکات. این ابزارهای سرکوب دست کم در 9 کشور در اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی علیه ایرانیان به کار گرفته شده. در گزارش ترور مخالفان خارج از مرزهای ایران اومده ترورهای خارجی جمهوری اسلامی ایران که از سال 2000 میلادی متوقف شده بود در سالهای اخیر از سر گرفته شده. از سال 2014 به این سو جمهوری اسلامی ایران با 5 مورد ترور یا تلاش برای ترور افراد در 3 کشور مرتبط بوده و نقشه های اون برای دست کم 2 مورد ترور دیگه خونسا شده.
خانه آزادی به ترور محمد رضا کلاهی صمدی و احمد مولانیسی در سالهای 2015 و 2017 در هلند، ترور سعید کریمیان و مسعود مولوی در سالهای 2017 و 2019 در ترکیه، خونسا شدن نقشه بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس در جولای 2018 و موارد دیگه اشاره شده. در گزارش ربایش و بازگردوندن مخالفان به ایران، ربایش روح الله زم در سال 2019 در کشور عراق و اعدام او در ایران در سال 2020، بازگرداندن رسول دانیالزاده مشهور به سلطان فولاد و مرتبط با برادر حسن روحانی از امارات متحده عربی در سال 2019 و ربودن جمشید شارمهد و حبیب اسیوید از امارات متحده عربی و ترکیه در سال 2020 اشاره شد. در بخش جذب ایرانیان خارج از کشور برای همکاری با نهادهای سرکوبگر اومده که جذب اجباری یا داوطلبانه ایرانیان خارج از کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی فعالیت‌های سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بوده. در این گزارش به عنوان نمونه‌ای از موارد جاسوسی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران به فردی اشاره شده که در سال 2019 در کشور سوئد به اتهام جاسوسی از پناهندگان عرب ایرانی در اون کشور محکوم شد. همچنین موردی مطرح شده از یک ایرانی ساکن آمریکا که در زمان سفر برای دیدار از خانواده‌اش در ایران با فشار نهادهای امنیتی برای فعالیت به عنوان جاسوس و عامل جمهوری اسلامی ایران روبرو شده. در گزارش فشار بر دیگر کشورها برای بازداشت و استرداد مخالفان اومده، با وجود انزوای بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز هم در برخی مواد قادر هست از ترکیبی از فشار و همکاری دو جانبه با بعضی نهادهای دیگر کشورها برای بازداشت و استرداد مخالفان استفاده کنه. خانه آزادی از جمله این موارد بازگرداندن محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو تن از معترضان آبان 98، اشاره میکنه که پس از درخواست پناهندگی در ترکیه به دستور مقامهای اون کشور به ایران بازگردانده شدن و اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارن. در این گزارش همچنین اومده که جمهوری اسلامی ایران از پلیس اینترپول برای آزار و اذیت تبعیدی ها استفاده میکنه. خانه آزادی به مهدی خسروی پناهنده سیاسی در بریتانیا اشاره میکنه که در پی اعلان قرمز حکومت جمهوری اسلامی ایران به اینترپول در ایتالیا دستگیر شد و یک هفته در بازداشت موند. این گزارش علاوه بر آزارهای فیزیکی مانند ربودن، دزدیدن و بازداشت، به طیف وسیع اشکال دیگری از فشارهای دائمی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه که تمامی فعالان در حوزه سیاسی مخالف به حکومت یا روزنامه‌نگاری مستقل رو در بر میگیره و شامل آزار و اذیت، ارعاب و زیر نظرگیری است. خانه آزادی به تهدید مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نیویورک به ربایش، همچنین گزارش ژانویه 2020 گزارشگران بدون مرز از آزار و ارعاب 200 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور اشاره می‌کنه که 50 نفر از اونها تهدید به مرگ دریافت کرده بودند. این نهاد مدافع آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر همچنین به گزارش 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل در فوریه 2020 در مورد هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور اشاره می‌کنه. بنابر گزارش خانه آزادی، اغلب این تهدیدها برای به سکوت واداشتن مخالفان و روزنامه‌نگاران شامل تهدیدهای با واسطه از طریق تهدید یا زندانی کردن خانواده‌های افراد در ایران هست. این گزارش همچنین با اشاره به استفاده دائمی حکومت جمهوری اسلامی ایران از جاسوس افزارها و ایمیل‌های فیشینگ به نقل از مقاله بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل در این زمینه می نویسه حمله های سایبری و ابزاری محوری برای نهادهای حکومتی ایران تبدیل شده. همزمان با سالگرد استقرار انقلاب شوم اسلامی در ایران در روز چهارشنبه 22 بهمن، ناو تهاجمی آمریکا USS مارکین آیلند وارد آبهای خلیج فارس شد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز 22 بهمن در توییتی به نقل از فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد در راستای پشتیبانی از ثبات و امنیت
ناو تهاجمی آبی خاکی کلاس وست به یو اس اس ماکین آیلند مجهز به موشک‌های کروز از تنگه هرمز عبور کرد و وارد خلیج فارس شد. نمایش جدیدترین دستاورد تکنولوژی که بسیج در نمایشگاه و جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج پس از رونمایی از کرونویا به مستعان 110 از جدیدترین دستاورد تکنولوژی که بسیج در نمایشگاه و جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج رونمایی شد. این نمایشگاه صبح یک شنبه 19 بهمن 99 با حضور حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر بسیج افتتاح شد. دستگاه بسیار جالب توجه که حکایت از پیشرفت علم و فناوری نزد بسیج و سپاه داشته. همونطور که ملاحظه می‌کنید در قسمت بالای دستگاه نوشته Receiver Radar Detecting, Scanning and Imaging of Drugs and Bombs، یعنی گیرنده رادار ردیابی، اسکن و تصویربرداری از مواد مخدر و بمب. یه نگاهی نزدیک به تصویر روشنگر بسیاری چیز هاست. طی هفته گذشته تعداد تجمعات اعتراضات در اقصانقاط کشور به بیش از 28 تجمع رسید. مرغداران در مقابل ساختمان وزارت کشاورزی، مال باختگان بورس مقابل سازمان بازرسی کل کشور، مالکان زمین‌های معروف به کوه سیا در رباط کریم، کارگران مهمانسراهای نفت و گاز گچساران در مقابل ساختمان اداری این شرکت، سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی تهران و البرز، مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش دهندگان قبل از سال 92 نهضت سواد آموزی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، کارگران ابنی فنی نواحی زاگرس و اندیمش در محل کار خود، پیمانکاران و طلبکاران شهرداری ساری در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در ساختمان کانون بازنشستگان تبریز، نیروهای پیمانکار شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر در مقابل حراست شهرک بهصد در این شهر، کارگران هپکو عراق به صورت جداگانه در مقابل ساختمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در تهران و زیر پل شهید بختیاری در عراق، کارکنان عوارضی قزوین در مقابل حراست شهرک بهصد در این شهر، کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامشیر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل این اداره، کامیونداران شادگان در مقابل درب ورودی شرکت صنایع فولاد در این شهر و اهالی روستای سیل زده تخت آب پل دختر در مقابل ساختمان بنیاد مسکن این شهرستان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشون شدند. البته اعتراضاتی که هیچ گوش شنوایی نداره و دولت فاقد توان لازم برای رسیدگی به خواسته های اونهاست. جا داره تا مردم با پیوستن به این اعتراضات در دامن زدن به گسترش اونها تلاش کنن تا این اعتراضات به یک اعتراض همگیر و سراسری تبدیل بشه. تنها راهی که میتونه ایران و ایرانی ها رو نجات بده دست به دست هم دادن و یک پارچه شدن. فراموش نکنیم که باید هر یک از ما یک کاوه باشیم. برای ایران من نیز یک کاوه هستم. این جایگاه در خور نام ایران نیست. برای نجات ایران حاضر به انجام چه کاری هستید؟ ایرانی می‌میرد، زلزله می‌پذیرد. ایران. در این راه شما هر کدام یک کاوه هستید. برای ایران من یک کاوه هستم. برای ایران من هم یک کاوه هستم. برای ایران من هم یک کاوه هستم. پایان ایران جاوید جاو. برای ایران من یک کاوه هستم. برای ایران من هم یک کاوه هستم. برای ایران من هم یک کاوه هستم. آینده ایران. به نام ایران من نیز برای ایران یک کاوه هستم. آینده ایران جاوید شد. برای ایران من یک کاوه هستم.
ایران من هم یک کاوه هستم. آینده ایران جاوید شاه. باورهای شدید افراطی، باورها و تعصباتی که هیچ پایه و اساس درستی نداره و توسط عده‌ای خاص و برای مقاصدی خاص پایه‌ریزی و ترویج میشه. بخش اعظمی از همین باورها از دل مذاهب بیرون میان و در گذر زمان و متناسب با خواستهای حاکمان دستخوش تغییر میشن و به شدت ریشه در فرهنگ و باورهای مردم پیدا میکنن. همراه میشیم با خانم مریم معزنزاده در برنامه شک و یقین که به تضادها و تناقضهای مذهبی پرداخته میشه. درود بر همگی. به مناسبت اینکه در این هفته مردم در سراسر دنیا، میشه گفت اکثریت مردم، روز عشق رو گرامی داشتن و به نوعی جشن گرفتن، در این پنل هم ما تصمیم گرفتیم که یک کمی موضوع متفاوت تر منتها مربوط به موضوع برنامه در نظر بگیریم. عشق چی هست و آیا بین ابنای بشر به قول معروف دوام داره یا نداره؟ آیا عشق همون اکسیری هستش که همیشه بشر به دنبال اون هست؟ آیا منشأش خودخواهی ها و عشق به خود هست؟ آیا یادگاری است که در این گنبد دوار همیشه ماندگار هست؟ آیا با محبت و عشق همه چیز حل میشه، خارها گل میشه؟ و تمام داستان ها و اشعار و اساطیری که در تاریخ کل بشر، تاریخ بشریت، چه با همه ادبیات های گوناگون عشق رو ستودن و آیا واقعا انسان به اون عشقی که میخواد و فکر میکنه شایسته اون هست دست یافته، عشقی که دوام داشته باشه؟ ادیان و مذاهب عشق واقعی رو عشق به خدا معرفی کردم و سایر عشق ها رو یا مذمت میکنن یا زیاد اهمیت نمیدن، میگن مجازیه و اگه در راستای عشق به خدا باشه نتیجه میگیره، ولی اون چی که تو برنامه ما حالا اهمیت پیدا میکنه. اما همین ادیان و مذاهب عشق به خدا رو فقط شعار دادن و بعد نگفتن این خدا چی هست و کی هست و یک خدای نادیدنی رو چگونه میتوان عاشق شد و تازه بقیه زندگی رو و بقیه عشقها رو در راستای اون قرار داد. بنابراین یکی از بزرگترین نیازهای بشر و سوالات بشر و خواستهای بشر رو برای حتی باورمندان خودشون بی پاسخ گذاشتن که در اصل باید عاشق کی و چی باشن، یک موجود ناشناخته. و خب خیلی ها این عشق رو نتیجه هورمون ها میدونن، خیلی ها نه، فراتر از هورمون ها میدونن. ما وارد بحث علمی این عشق چی هست نمیشیم، اما آنچه که الان ما میبینیم و حقیقتی که با اون روبرو هستیم این هستش که این عشق از هر نوع و درجه میخواد باشه، خیلی عمیق باشه یا بین دو نفر زن و مرد باشه یا بین مادر و فرزند باشه، بین خانواده ها باشه، خواهر و برادر باشه یا هر چی، چیزی که الان دنیا باهاش مواجهه اینه که دوامی نداره و به قول معروف همه الان خیلی ها مخصوصا جوان ها شاکی از اون هستن که عشق های ما بی دوامه و پایداری نداره. با هم تحلیلی از آقای بروجردی رو که به همین مناسبت به هر حال ارائه دادن میشنویم. عشق وفور محبت است. حب و بغض مشترک بین انسان و حیوان است. انسانها همدیگر را در یک شرایط خاص عاطفی و وجدانی دوست دارند، ولی این دوستی ها در نوسان است و تابع تحولات قلب، یعنی انقلابی که در روح و جسم انسان ایجاد می شود، روی وابستگی های عاطفی انسان به دیگران تأثیر مختلف دارد. این که یک روزی را روز عشق و یا دوستی
قرار بدهند خوب است که انسانها را در تحولات مثبت دوستیابی و دیگر اندیشی یاری می کنند. اما اینکه این دوستی ها پایدار است، این عشق ها حقیقی است یا مجازی است، این محبت ها پاینده است، اینو تاریخ نشان داده چنین چیزی نبوده. یعنی بزرگترین عشق، عشق فیما بین دختر و پسر است که منتهی به ازدواج می شود و آمار گرفته شده نشان می دهد که اکثریت قاطع این وصلت های منبعث از عشق به سردی رفته، به جدایی انجامیده. عشق تحت قانون خانواده در محدوده والدین به فرزندان و متقابل، این عشق و محبت اصیل ترین است، اما این هم دچار نوسانات حوادث و وقایع روز است. یعنی وقتی اعصاب خرابه، عشق و محبت تیراژش میاد پایین. موقعی که فکر و خیال به هم ریخته شده، وابستگی های نفسانی و عاطفی و فطری دچار تحولات منفی میشه. اصل اساس رو باید در این جستجو کرد که انسان اگر راحت زندگی کرد عاشق می شود و راحتی آیا در این دنیا وجود دارد؟ وقتی انسان در رفاه است، مشکلی ندارد، گرفتاری ندارد، بیماری ندارد، سختی ندارد، متمایل به ارتباط عاطفی با دیگری می شود. ولی وقتی زندگی به هم ریخته به وسیله فشارهای ایام، زندگی ها نابود شده به خاطر فقر و فساد و فحشا و درگیری و بیماری های لاعلاج، جایگاهی برای محبت نمیماند. ما حاصل این است که انسان توقعش رو در دایره دوستی و عشق به یک قاعده عقلانی قرار بدن، یعنی اینکه عاقلانه دل ببندد، آگاهانه اگر میخواهد جدا بشود بگذرد، سوا شود. یعنی بر پایه میزانی که خارج از سرویس احساس و اعصاب، چون احساس جریه دار میشه، همه چیز زیر پاش میگذاره، اعصاب به هم میریزه، همه معادلات محبت آمیز و عاشقانه رو دگرگون میکنه. الان شما آمار بگیرید از دادگاه خانواده، اکثریت قاطع اینهایی که از هم جدا شدن عاشق هم بودن، دو تا بیگانه بودن که به هم دل بستن، محبت وافر شد، عشق سرشار شد، بعد منجر به یکی شدن در قاعده ازدواج شد. اما بعدن حوادث و وقایع اون را سرد کرد. حالا این چه کنیم که عشق و علاقه از بین نره؟ گاهی وقتا تبدیل به تنفر میشه که شده. اصلا خود انسان عاشق خودشه. عشق و محبت اول برای خود آدم باید باشه. من باید خودم رو دوست داشته باشم تا به دیگران بپردازم. انسان از خودش بیزار میشه، بدش میاد. چرا؟ به خاطر فشار زندگی، بعد دیگرگونی های اجتماعی، اقتصادی باعث میشه که انسان هم از خودش هم از دیگران سرد بشه، دل زده بشه، ببره، افسرده بشه، تو فضای خلا فرو بره. مشکل اساسی ما زندگی در جایگاهی است که علت دوام فشار و آزار و اذیت. بعضیا میگن که با عشق و محبت میشه جلو اینا رو گرفت. نمیشه. ببینید، یک طبیب حرفه خودشو دوست داره و پایبند قسم
روز اول پزشکیه، ولی خب وقتی مسئله کرونا میاد وحشت میکنه، در میره، دورکاری میکنه. یا یه پرستار علاقمند به اون رشته است که انتخاب کرده، ولی میبینید که وقتی که غول اسرائیل میاد در قالب رشته های مختلف کرونایی، او هم پا به فرار میگذاره و میره و این مقاومت هم کنه خودشو از بین میبره. پس باید یه کاری کنیم که زندگی از سختی و ملالت دور بشه و سعی ما در همین است که مردم رو بکشونیم به سمتی که یک امیدواری واقعی باشد که مسکنی برای دردهای کنونی گردد. خب عزیزان، تا برنامه آینده بدرود. با سپاس از خانم معزنزاده در اینجا به برنامه نگاه دوم میرسیم. همراه بشیم با خانم شیرین یادگاری، کارشناس ارشد روابط بین الملل و فعال حقوق بشر. درود گرم و صمیمی خدمت شما و تمام همیهنان عزیز خودم. امروز در خدمتتون هستیم تا در خصوص اکثریت خاموش صحبت بکنیم، Silent Majority. ولی قبل از اون تصمیم دارم که در واقع تشکر بکنم از بینندگان و شنوندگان سیمای کنگره رهایی که با پیام‌های پرمهر خودشون به ما انرژی میدن و باعث میشن که ما بیشتر از قبل واژه‌های دموکراسی و حقوق بشر رو با شما عزیزان دوره بکنیم. امروز در واقع سابجکت اکثریت خاموش رو انتخاب کردم تا یک بار دیگه دوره بکنیم چه کسانی به مردم ایران خیانت کردن و با خیانت خودشون باعث شدن که ایرانیان عزاپوش عزیزانشون بشن. امروز به نیت تمام ایرانی‌هایی رو که به مناسبت سالگرد 57 از دست دادیم سیاه پوشیدم و این روز عزای ملی رو با تمام ایرانیان و با تمام مادرانی که فرزندانشون رو با دست خودشون به خاک سپردن و عزیزان خودشون رو بدرقه گورستان کردن هم دردم. امروز روزی هستش که 42 سال بر مردم ایران، بر زن و مرد، بر پیر و جوان جفا شده و جفای این باعث در واقع باعثش و علتش اون اکثریت خاموشی هستن، سایلنت ماجوریتی، و اون گروه بزرگی که تصمیم گرفتن سکوت بکنن و نظرات خودشون رو اعلام نکنن. این اکثریت خاموش قبل از انقلاب 57 هم بودند و هم اکنون هم هستند و تا زمانی که این اکثریت خاموش به صحنه نیان هیچ اتفاقی برای آینده ایران نخواهد افتاد. و امروز دوره می‌کنیم که این اکثریت خاموش چه کسانی هستند و چه کاری میتونستن بکنن و نکردن و در مرگ تک تک عزیزان ما، در مرگ تک تک ایرانی ها در واقع نقش دارن. سایلنت ماجوریتی که در واقع بارها به اون اشاره شد توسط شاه فقید، توسط مردمانی که در واقع دیر متوجه شدند که شاه فقید چه خدماتی کرده و تقاضا کردند که برگرده، این واژه برای اولین بار توسط ریچارد نیکسون رئیس جمهور امریکا سال 1969 عنوان شد و در واقع از ملت خودش در یک سخنرانی خواست که رئیس جمهور امریکا رو حمایت بکند. اکثریت خاموش اکثریت بزرگی هستند که در واقع نظرات خودشون رو آشکارا ابراز نمی کنن، ولی در واقع نقش اساسی هم در زمان انتخابات، هم در تعیین سرنوشت ملت خودشون و هم در ایجاد بحرانهای سیاسی دارن. به علت یا به بیان دیگه، نقش این گروه بزرگ، نقش اساسی، یک رول بزرگی رو بازی میکنه و در واقع مدیا و رسانه ها اکثرا سعی میکنن که
نقش این گروه بزرگ رو ندیده نگیرن و با اونها یک پل ارتباطی به وجود میارن. اکثریت خاموش کسانی هستند که در واقع ترجیح میدن که یک ارتباط یک طرفه داشته باشن با رسانه ها و مدیا و اونها هم بنفیت های خودشون رو در این زمینه جستجو میکنن. هیچگاه به صورت گروهی و به صورت مکتوب اعلام نظر نمی کنن و در واقع سعی می کنن که بر اساس اون منافع و شرایطی که در جامعه چرخیده میشه اونها اعلام نظر بکنن که از آسیب ها در امان بمونن. همین اکثریت خاموشی بودن که باعث شدن شورشیان 57 با دروغ به نام دموکراسی، آزادی، حقوق بشر مردم ایران رو در واقع خام بکنن و خواب بکنن. همون کسانی که با ارتجاع سرخ و سیاه و با نام توده ولی در لباس روحانیت باعث شدن که در واقع کمونیست و سیستم فاشیسم دینی پوپولیستی بر مردم ایران تحمیل بشه و امروزه میبینیم که همون افرادی که سکوت کردن و در واقع موجب شدن انقلاب اتفاق بیفته به کاخ کرملین میرن و در واقع با دست رد که بر سینه اونها زده میشه دروغ دوباره تحویل جامعه میدن و شرایط رو به گونه دیگه ای نشون میدن. ولی امروزه بیشتر از قبل اون خفت و عزت نفس پایین رو دارن تجربه میکنن، به طوری که کاخ کرملین در این هفته اعلام کرد که 3 دیدار در واقع دوستانه داشته پوتین و با 3 گروه مشخص از کسانی که در خود روسیه نمایندگی دارن، نماینده کلیسا و نماینده دبیرکل بخش توسعه اقتصادیشون و یک فرد دیگه از خود سیستم روسی با پوتین، به غیر از مسائل بهداشتی به دور از اون محافظت‌های بهداشتی دیدار داشتن و این شرایط رو برای این کسانی رو که در واقع دارن مردم ایران رو آموزش میدن بسیار سخت هستش که این خفت و عزت نفس پایین رو تحمل بکنن و این دروغ‌ها آشکار بشه. شرایط خاموش، اکثریت خاموش کسانی بودند که پادشاه فقید از اونها در مصاحبه آخر خودش نام میبره و اعلام میکنه که این افراد در واقع خاموش بودند و هیچ عکس عملی نشون ندادن. آیا واقعا در مقابل دموکراسی، حقوق بشر و مذهب اینها سکوت کرده بودند؟ آیا به واقع این شرایط در کشور نبود؟ آیا مذهب در ایران وجود نداشت؟ و اون دست شورشیانی که میخواستن این رو به مردم تحمیل بکنن چه کسانی بودن؟ اکثریت خاموش کسانی هستن، همکنون هم خاموش هستن و ترجیح میدن که شرایط به گونه دیگهی وقتی چرخید اولین گروه هایی باشن که استفاده های خودشون و بهره برداری های سیاسی خودشون رو از اون به وجود بیارن، ولی بدونن که در مرگ تک تک عزیزان ایرانی، در مرگ کسانی که لحظه به لحظه توسط مادران ایران به خاک سپرده میشن مقصر و مسئول هستن، از مسئولین نظام تا مردم عادی جامعه که در میان نخبگان روشن فکر و یا مردم عادی دیده میشه، حتی مردم عادی که باید در مقابل اتفاقهای دوربر خودشون ساکت نباشند و عکس العمل نشون بدن. همین دسته از مردم خاموشی که باعث شدن نرخ دستمزد کارگران ایرانی در ماه به 15 دلار برسه، ولی در واقع تمام کارگرانی که به عنوان تروریست ها، یعنی کارگرانی که به عنوان تروریست در کشورهای دیگه خدمت میکنند برای جمهوری اسلامی که به عنوان کارگران تروریستی خونده میشن، ماهانه 1800 دلار دستمزد بگیرن و در واقع در این فقر و ناتوانی طبقه متوسط مردم همین اکثریت خاموش تک تکشون مقصر و مسئول هستن. این اکثریت خاموش در مرگ 60,000 ایرانی که از سال گذشته تا کنون به سینه خاک سپرده میشن مسئول و مقصر هستن.
این اکثریت خاموش در مرگ و اعدام جوانان کشور، کشتیگیر، خبرنگار، وکیل، روزنامه‌نگار، روشنفکران، در اعدام دانشجویان، در اعدام کردهایی که در هفته‌های اخیر کردها و بلوچها رو به صورت دست جمعی اعدام می‌کنن مسئول هستند. این اکثریت خاموش در ورود واکسن‌های بی‌اعتبار مسئول هستند. واکسن‌هایی که ظرف این یکی دو روز جان سه پرستار رو در استان مازندران به خطر انداخته و اونها رو به کما فرستاده. این اکثریت خاموش در بی‌عدالتی هایی که توسط هنرپیشگانی که در میان مردم وجود دارند مسئول هستند و سکوت می کنند. هنرپیشه هایی که در واقع به دستور سیستم باید مردم رو آماده بکنند برای انتخابات. خائنینی که یک بار دیگه دارن مردم رو تشویق می کنند که قاتلان خودشون رو انتخاب بکنند. نوع قاتل رو فقط ایرانی ها انتخاب می کنند که به چه مدلی می خوان در واقع از صحنه حذف بشن و قاتلانشون کی باشن. آیا می خوان توسط موشک های سپاه در PS-72 باشن یا در سانچی باشن یا در پلاسکو آتیش بگیرن یا در واقع اعدام بشن یا خودکشی کنن یا فرزندانشون رو بکشن یا توسط کرونا از بین برن. این هنرپیشگانی که در میان مردم هستند و سوق میدن که مردم یک بار دیگه برای بدبختی خودشون رأی بدن. ولی ایرانیان عزیز، هموطنان، پادشاه فقید ایران در آخرین لحظه های خودش بارها بارها اشاره کرد که یک میهن پرست و وطن پرست کسی هست که برای آینده ایران فکر میکنه. برای آینده ایران سربازانی رو تربیت میکنه که در تمام شرایط بمونن و برای ایران تلاش بکنن. سربازانی مثل تیمسار، ربیعی یا جهانبانی که این روزها یک بار دیگه نامشون زهر زبانها هست که برای مردم چه افتخاراتی آفریدن. و در لحظات آخر چقدر پادشاه فقید رو تشویق میکردن که وطن رو ترک نکنه و با اجازه بده که ایران توسط این سربازان کهنه آزاد بشه. ولی پادشاه فقید اعتقادی به خونریزی نداشت و اعتقادی نداشت که پایه‌های پادشاهی با دیکتاتوری ادامه پیدا بکنه. آگاه باشیم، این جمعیت خاموش رو به صحنه بیاریم و باعث بشیم که یک بار دیگه در کنار شما آینده ایران رو بسازن. کمپین جان نجات ایرانیان رو جدی بگیریم و در این زمینه تلاش بکنیم. بدرود، تا دیدار آینده. با سپاس از خانم شیرین یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم. معرفی کتاب سکس و شرع و زن در تاریخ اسلام، نوشته مریوان حلبچه‌ای. با ظهور اسلام و ترویج اندیشه های دون و واپسگرایانه و تبدیل اون به دینی سرشار از سکس، تجاوز جنسی، شهوترانی و هوسرانی برای طیف مردان مسلمان، سیستمی توتالیته بر جامعه حاکم شد که نه تنها رفتار بلکه اندیشه انسان رو تحت نفوذ و سیطره خود قرار داد. وجود صدها سند و حدیث از خلفا و ائمه گویای دگردیسی هاست که زمینه انحطاط جامعه رو در پی داشته و قانون لایزال مردان حاکم و زنان محکوم، مردان بهتر، زنان کهتر رو برای همیشه ماندگار ساخت. این نگرش با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی شبه جزیره عربستان و با تشخیص اینکه مردم اون منطقه رو نه تنها از راه وعده‌های بهشتی همچون وجود حوری‌های بهشتی آماده جماع که هر بار به حالت دخترانگیشان باز می‌گردند، وجود قلمان‌های نازک پوست و مهیا، جنگل‌های سرسبز، جویبارهای شیر و شراب و عسل، کاخ‌های بهشتی ساخته شده از سنگ‌های مرمر و عاج، تشویق به کشتن و جهاد می‌شدند. انگیزه قوی که امروز نیز در رفتارهای تندروهای چون داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام، حوثی‌ها، فاطمیون، حزب الله، هشت و شبی و صد البته در رأس اونها جمهوری اسلامی کاملا نمایان و مشهوده.
ستمی که در طی قرنها در حق زنان به انجام رسیده و کماکان میرسه، گویای نابرابری جنسیتی است که در این نگرش تفکر نهفته است. مطالعه این کتاب رو به هم میهنان پیشنهاد میکنیم. تا هفته آینده، خرد یارتان.